سلام، در خدمتون هستیم با یک شماره دیگه از مجله اجتماعی اقتصادی. در ابتدا درود میفرستیم به همه هموطنانی که در سرتاسر شهرهای میهن صدای حق طلبی خودشون رو بلند کردند و به حرکت اعتراضیشون ادامه میدن. برنامه امروز رو با گزارشی از حرکت اعتراضی دانشجویان شروع میکنیم و سپس گزارشی داریم به اسم کلونی فقر در پایتخت که تصویری است از فقر و اعتراض‌های مردمی. پایان بخش برنامه‌مون اختصاص داره به پیامدهای ویرانگر سدسازی در میهنمون که آخوند روحانی به عنوان دستاورد از اون اسم میبره. بعد از اخبار به دیدن گزارشات میریم. رشد سالیانی 30% نقدینگی و تورم 200%. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، هر ساله شاهد رشد 29% رقم نقدینگی و به تبع آن رشد تورم در اقتصاد هستیم و تورم بیش از 200% کنونی نیز نتیجه رشد فزاینده این حجم از نقدینگی است. افزایش 400% قیمت آجیل در آستانه عید نوروز و کاهش چشمگیر مشتری، یکی از فعالان حوزه توزیع آجیل و خشکبار. قیمت‌ها به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل 3 تا 4 برابر افزایش یافته است و همین موضوع بر کاهش ضریب تقاضا از سوی مشتریان بسیار تاثیرگذار است. در حال حاضر قیمت گردو بسته به کیفیت آن 100 تا 140 هزار تومان، پسته 140 تا 185 هزار تومان، بادام آستانه 50 هزار تومان، کشمش معمولی 28 هزار تومان و کشمش اعلی 50 هزار تومان نرخ گذاری شده است. کاهش تولید، افزایش قیمت آجیل، سرمازدگی و خشکسالی باعث شده است تا 20% افراد از دریافت پروانه کسب آجیل فروشی انصراف دهند. ترفند غارتگرانه به اسم لیست مصارف توسط نهادهای حکومتی، رسانه حکومتی سازندگی، صادرکنندگان دولتی و حاکمیتی هم بیشترین میزان عدم بازگشت ارز را به نام خودشان ثبت کردند. این شرکت‌ها در روشی جدید برای پوشش عدم انتقال ارزهای صادراتی به کشور دست به تغییر شیوه محاسبات زدند و بخشی از ارزهای صادراتی را در لیست مصارف لحاظ می‌کنند. به طور مثال شرکتی که 2 میلیارد دلار صادرات دارد 1.5 میلیارد دلار از محل درآمدهای صادراتی اش را به عنوان خرید تجهیزات و مواد اولیه قید کرده و فقط 500 میلیون دلار را به بانک مرکزی ابراز می‌کند. قارت یک سال معوقات کارگران در 900 واحد تولید توسط حاکمیت آخوندی. عضو کارگری شورای عالی کار رژیم با اعتراف به حدود یک سال معوقات مزدی 93 هزار کارگر در 900 واحد تولیدی گفت صحبت از شرایط اسفناک معیشتی 93 هزار خانوار است. چشمانداز بحران تعطیلی در واحدهای تولیدی نان صنعتی، رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم صنعتی، صنعت آردنان کشور تعریفی ندارد. طی 2 ماه اخیر نانوایی‌های آزادپز در کل کشور با مشکلات متعددی در تأمین مواد اولیه روبرو هستند. با توجه به آنکه در هر واحد صنفی حداقل 7 تا 8 کارگر کار می‌کنند، از این رو نبود مواد اولیه می‌تواند تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را به همراه داشته باشد. اما متأسفانه دولت به این موضوع توجه چندانی ندارد. هر روز شاهد اوجگیری اعتصاب و تحسن در سرتاسر میهنمون در تمامی اقشار جامعه هستیم و این بار هم دانشجویان رو میبینیم که شعله قیام و اعتراض رو در دانشگاه برافروختن و بار دیگه صف‌بندی مداوم در برابر دیکتاتوری آخوندی رو به نمایش گذاشتن. بله دوستان، تقریبا هر موضوع صنفی در دانشگاه و یا هر اعتصاب و تحسن اقشار مختلف مردم دستمایه حرکت و اعتراض دانشجویان علیه حاکمیت غارتگر ولایت فقیه میشه. در بسیاری از حرکت‌های اعتراضی شاهد بودیم که دانشجویان فریاد اتحاد با کارگران و فرهنگیان و سایر اقشار رو سر میدن. از تحسن اخیر دانشجویان گزارشی داریم که توجهتون رو به اون جلب میکنم. روز جمعه 10 اسفند ماه 97 دانشجویان دانشگاه تهران یک تجمع اعتراضی علیه پرونده سازی های سرانگشتان اطلاعات آخوندی نسبت به دانشجویان در ساختمان فولاد
کمیته انضباطی دانشگاه تهران برگزار کردند. این قبیل سرکوبگری ها طی 40 سال اخیر پیوسته در جریان بوده است. اما آنچه که حائز اهمیت است، عقب نکشیدن دانشجویان و پیشروی جنبش اعتراضی علیه این پدیده می باشد. مردم، روز موعود نزدیکه. حمایت کنید دانشگاه تهران. حمایت کنید مردم. علاوه بر این، دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی شریف در 2 خوابگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در گزارشی از اعتراض دانشجویان گفت: اینجا خوابگاه جلال آل احمد دانشگاه تهرانه. ایشون مسئول نگهبانی کویه. این آقای عبدالمحمدی سرپرست خوابگاه و آقای رستمی حراست. اومدن این واحد دانشجویی، دانشجو اینجا نیست، ریختن تو واحدش و با اکیپی که آوردن بچهای تأسیسات و اینا خدمات که بیان اینا در نبود حضورشون اینا رو واحدشون رو داخل کنین. این لباسای شخصی اوناست، این سریو بردن بیرون. اینم دانشجوهایی هستن که اعتراض میکنن که آقا تو روز روشن هرچی هم درخواست میکنیم حکمتون رو نشون بدید. ایشون فقط میگه اسماعیلی. البته اعتراض در دانشگاه ها علاوه بر سرکوب نسبت به غارت بودجه دانشگاه و شهریه دانشجویان، به جای برآوردن حداقل های نیازهای دانشجویی ادامه دارد. از جمله در شب 11 اسفند ماه 97 دانشجویان دانشگاه موسوم به رجایی در تهران نسبت به کیفیت پایین غذای دانشگاه، ظروف غذایشان را از مقابل سلف سرویس تا مقابل درب دفتر رئیس دانشگاه چیدند. حرکت دانشجویان را باید ثقل اثرگذار بر اعتراضات کنونی مردم ایران دانست. قانونی که حاکمیت همیشه از آن وحشت داشته و کابوسش می باشد. این روزها وضعیت ناهنجار مردم میهنمون از شدت فقر تب و تابی است بین مرگ و زندگی. ماشین مرگ حاکمیت غارتگر آخوندی هر روز نشونه ای از جلوه های زندگی طبیعی رو هم درو میکنه و به تنور جاه طلبی منطقه خودش میریزه. اما به قطع و یقین مردم به جان آمده که این روزها صدای فریادشون از هر کوچه و خیابون به گوش میرسه، این ماشین مرگ رو متوقف خواهند کرد و هیچ قدرتی یارای ایستادن جلوی اراده مردم رو نداره. همکارانم گزارشی از فقر و اعتراض مردمی تهیه کردن که توجهتون رو به اون جلب میکنم. اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن. اینها سخنان شیادانه آخوند روحانی در هنگام نمایش انتخابات بود. زیرا نه تنها نیاز به 45 هزار تومان مرتفع نشد، بلکه فقر از سر و کول مردم بالا می رود. به طوری که بر اساس آمارهای کارگزاران رژیم 50 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. البته این در کشوری است که فقط دزدی کارگزاران حکومتی در آن تراز بودجه چند کشور آفریقایی است.
بنابراین می شود گفت با سونامی و فاجعه فقر مواجه هستیم. مردمی که شب و روز در فقر و بیکاری و تنگنا و تهی دستی زندگی می کنند حتی توان تامین نان و خشک را هم ندارند. ولی تو فقر و بدبختی فساد داری نمی چونیم تحمل کنیم. یه مقداری باید سهیر مردم رو کنند. همش تو یک میلیارد یک یا یه موزه بود، یه موزه تبدیل شده به چی؟ قبول کنی؟ چقدر؟ من وقتی میخوام بیرون یا همه شد کنم امکان دارم رو بگیم چکه کنم؟ بچه ها بیکار، اون دست بروش، اون نبیرم شیشه پاک کن، اون تورا فروش، شیشه فروش، شیشه فروش، شیشه فروش، این اختیاری دانش بود، یا داره به آسان سکتوری مواد فروش رو من رفتیم آداز یه مقداری فکر کنیم برای این مردم عمران به دولت ما که دستمون نمیشه شما نه احمد بگیرید من چه دو سال کار کردم توی من دیدم. یک شنبه 21 بهمن 97 زهرا رحمتی از اهالی روستای چوغاجان علی از توابع کرمانشاه دو فرزند خردسالش به نامهای علیرضا 6 ساله و امیر عباس 3 ساله را به وسیله طناب به دار کشید و نهایتاً به زندگی خود نیز پایان داده است. نزدیکان وی دلیل این کار را فقر و تنگ دستی عنوان کردند. میگین نمیتونیم چطور باشه مثلا من حسن نجات شما یه نوبت حقوق 10 میلیون 15 میلیون پول دارید ولی واسه اون مرله میشه تو فلان روستا 3500 پول نده بکنید تو من اینها بودجه نیست شما نوشتی اینا خیانتی که ما داریم انجام میدیم قیمتا شده 3 برابر یه یارانه 45000 تومانی میدیم سالی 32000 میلیارد تومان هی سرکوب به ملت میزنیم که ما بهت یارانه میدیم این پولش میدیم این کل یارانیش شما میدیم پول رانت یه دونه وارد کننده نمیدونم سویا و گوشت و سلطان سکه نمیشه. همچنین در روزهای گذشته روح الله بابایی ساله نماینده مجلس ارتجاع از بوئین زهرا گفت خط فقر همکنون به حقوقهای زیر 6 میلیون رسیده است. قیمت ارز در داخل کشور سابقا مبلغ 3 میلیون حقوق زیر خط فقر بود. الان باید با توجه به این شرایطی که در داخل کشور داریم حقوقای زیر 6 میلیون واقعا زیر خط فقر هستن. کارشناس رژیم به نام احسان سلطانی اعتراف کرد نرخ‌های تورم اعلامی مراکز رسمی برآورده به شدت محافظه‌کارانه و بر اساس یک زندگی حداقلی بخور و نمیر است. اگر کسی بخواهد در حد کیفیت استاندارد متوسط کشورهای دیگر زندگی کند، در مجموع با نرخ تورم حدود 100% روبرو می شود. در هر صورت، حتی با حفظ شرایط فعلی، تورم تجمعی 4 سالی فعالیت دولت 12 بالای 200% خواهد بود، و به همین دلیل است که سخنگوی وزارت کشور آخوندها سید سلمان سامانی مجبور به اعتراف شده و فقط به گوشه ای از واقعیت اشاره می کند که در 6 سال اول حکومت روحانی 43000 حرکت اعتراضی در کشور برگزار شده است. این عدد نشان می دهد که به طور متوسط 20 حرکت اعتراضی روزانه توسط مردم برپا شده است و این البته پدیده عجیبی نیست، چرا که اکنون شکاف طبقاتی و فشار فقر تمامی مملکت و مردم را فرا گرفته است. داستان سدسازی های بی‌رویه که این همه آخوند روحانی سنگ اونو به سینه میزنه، در این مملکت داستان قناد زدن های میرزا آقاسی صدر اعظم ناصرالدین شاه شده که هر جا میرسید سفارش حفر قناد میداد. و در یک جا که مغنی حیرانی به اون گفت حاج آقا از این چاه برای شما آب در نمیاد، کندنش فایده نداره، پاسخ داد اگر برای من آب در نیاد برای تو که نون در میاره. در این سالیان کارگزاران حکومتی برای نون در آوردن های میلیاردی سپاه پاسداران و هزینه سرکوب و جنگ افروزی در کشورهای دیگه سیاست های مخربی رو در سیستم آبخیزداری در بخش های وسیع از ایران به اجرا در آوردن که نتیجه فاجعه باری رو حتی برای نسل‌های بعد باقی گذاشته. چگونه از آب نان گرفتند؟ گزارشی از این خیانت ملی در حق منابع طبیعی ایران که با هم می‌بینیم.
توجه کنید 19 تا سد ما داشتیم در زمان رژیم گذشته، سد ملی در سطح ملی. امروز 172 سد داریم، نشون میده که وضع سدهای ما چند برابر شده نسبت به گذشته. صحبت‌های روحانی در رابطه با پیشرفت کشاورزی و عمران و ساخت 176 سد را شنیدید، اما بهتر است که اعتراف معصومه ابتکار، مشاور سابق روحانی در امور محیط زیست را هم بشنوید و قضاوت کنید. معصومه ابتکار، مشاور سابق روحانی در امور محیط زیست، در مصاحبه‌ای که در رسانه حکومتی همشهری درج شده اعتراف می‌کند: متأسفانه در بحث مدیریت کلان آب، به خصوص احداث سدهای آبی در مناطق مختلف کشور، ملاحظات و ارزیابی زیست محیطی لازم انجام نشده است. به گفته ابتکار، احداث سدهای بیش از نیاز به دلیل نوع سازه‌هایی که در ساخت آنها استفاده شده، مانع جاری شدن آب در طبیعت شده و از حقابه رودخانه‌ها و ورود آب به سفره‌های زیرزمینی در مناطق مختلف کشور جلوگیری کرده است. برداشت بی‌رویه از منابع آبی و سفره‌های زیرزمینی در دهه اخیر و عدم نظارت شایسته در این خصوص، باعث خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور و نیز بروز خشکسالی شده است. این درختای ما چه آب میدین؟ این نگاه کن، اینا همه دارن از بین میرن. آب چه برای من درخت نگه میداره؟ برای من چی نگه میداره؟ همینجور که این درختا رو میبینی خود ما هم مرده. آیا این حق ما است که ما به عنوان مرد نشین، مرزدار که تنگه هود کشور است، داریم ما داریم اینجا بدبختی میکشیم و هیچ کس هم به داد ما نمیرسه؟ نه فرماندارش، نه بخشدارش، نه استاندارش، هیچ کس به داد ما نمیرسه. این حق ما نیست، حق ما چیز دیگه ای هست. این حق من نیست که من اینجا بیایم با تو زمینم باید گریه بکنم. با چندین بچه، با چندین خانوار دارم اینجا زندگی میکنم. گریه حق ما نیست. عملیات اجرایی این سد در سال 1376 درست جایی در فاصله 5 کیلومتری از معدن نمک گچساران آغاز شد. در سال 1390 و قبل از آبگیری سد، کارشناسان بسیاری نسبت به حل شدن 100 میلیون تن کوه نمک در آب کارون هشدار دادند. سازندگان گوتوند در پاسخ به مخالفان پیشنهادهایی برای علاج بخشی موزل ارائه دادند. تنها 3 روز بعد از آبگیری سد، آب پوشش روسیه پیشبینی شده بر روی کوه نمک را شست و این پوشش ناگهان به ارتفاع 7 متر نشست کرد و تخریب شد. رویدادی که بزرگترین و مهمترین رودخانه کشور را با چالشی جدی مواجه کرد. آب شوخی بی داره چیکار میکنه؟ این کل نخلای ما که هست، از بعد 86 بیور ایران بیر رفته. کل این نخلا از من. و این آب شور. ما کاری میخوایم کنیم که آب شور از زمینای ما برداشته بشه. چون ما هیچ راهی نداریم. علت هیچ کاری کشاورزی نمیتونیم بکنیم بخاطر علت آب شوری که ما داریم. در همین رابطه فرمانده قرارگاه ضد خاتم الانبیا که متعلق به سپاه پاسداران است اعتراف می‌کند: قرارگاه موفق شده در این چند سال 62 سد با مخزن 25 میلیارد متر مکعب احداث کند. باز شدن پای هیولایی به اسم سپاه پاسداران ضد خلقی به پروژه‌های پولساز سدسازی برای تامین هزینه‌های جنگ افروزی این رژیم غارتگر موجب نابودی زیست محیط ایران در 4 دهه اخیر شد که حالا آخوند روحانی به عنوان دستاورد از آن نامی برد. این غارتگری بی حساب و کتاب از سدها و منابع آبی کشور چهره سرزمین ایران را عوض کرده است. بسیاری تالاب‌ها خشکیده، جنگل‌ها خشک شده و از رودخانه‌ها بستر خشکی باقی مانده است و افت چند ده پله‌ای در حفاظت محیط زیست به 140مین کشور جهان سقوط کرده است. به پایان برنامه رسیدیم، ولی هر پایانی شروع و ادامه یک راهه. کدوم راه؟ راه ایستادن به هر قیمت در مقابل ظلم و بی‌عدالتی. ایستادن مقابل هر گونه جنایت و خیانت. با این راه و رسم نام ایران و ایرانی بر بلندای مقاومت به هر قیمت در تاریخ می‌درخشه
و همین شایسته و بایسته کسیه که متعلق به ایرانه. به امید پیروزی و سربلندی برای همه هموطنان عزیزمون در اینجا با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدار شما باشه.